وقتی به موضوع حوسی نگاه می کنیم، باید یادآوری کنیم که چه اتفاقی بین آنها و عربستان سعودی رخ داد حوسی در سالهای گذشته اقدامات تروریستی در امارات متحده عربی و پادشاهی عربستان سعودی انجام دادند و ما به خوبی می دانیم چه کسانی این اقدامات را رهبری کردند چه کسانی با آنها سلاح و امکانات و همچنین پشتیبانی اطلاعاتی می دهند پهپادهای شاهد یا موشکهایی که آنها شلیک می کنند همچنین قایقهای ایرانی که در نزدیک بندر هدیده حضور دارند اینها همه نمایندگان سپاه پاسداران هستند که در اینجا هستند و جامعه جهانی باید این موضوع را به خوبی متوجه باشد این را هم باید بدانیم که این حسی ها نبودند که در این منطقه با موشک به تانکرها حمله کردند بلکه ما امیرعلی حاجیزاده را پشت شلیک این موشک ها میبینیم ما متوجه تصمیم ایران برای این حملات و دیگر حملات تروریستی در تنگه هرمز هستیم و دقیقا می بینیم که با الهام گرفتن از اقدامات سپاه پاسداران در آنجا همین اقدامات امروز در بابل مندب انجام میشود و این یک مشکل و بحران جهانی است اسرائیل از منافع و منابع خود دفاع می کند اما امروز حوسی ها یک بحران جهانی هستند و جامعه جهانی باید بداند که چه کسانی از حوسی ها حمایت میکنند